گمگم گنین گمگم گنین گمگم گنین گمگم گنین. زجا و گریای یکتا ناصر و لایو جنجالی که در شب سال نو منتشر کرد و مدعی شدش که منوچهر هادی اون رو کتک میزده و بچهش رو دزدیده. با ما همراه باشید، صحبت های یکتا ناصر رو میشنویم، همینطور افشاگری خواهر منوچهر هادی رو هم در مورد پشت پرده طلاق و کارهایی که یکتا ناصر انجام داده میبینیم و میشنویم. تا پایان این ویدیو رو همراه ما باشید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب در مورد طلاق منوچهر هادی و یکتا ناصر چندین ویدیو توی کانال قرار داده بودم و جزئیاتی از این ماجرا رو بهتون گفته بودم، ولی خب یکتا ناصر توی اقدام جنجالی و عجیب توی بامداد 1 فروردین ماه 1403 در شب سال نو یه ویدیو از خودش منتشر کرد و صحبت‌های عجیب غریبی رو با حالتی که خیلی گریان بود و در حال زجه زدن بود منتشر کرد. توی این لایو یکتا ناصر خونه خالیش رو نشون داد و مدعی شدش که منوچهر هادی بچهش رو اومده و از خونه دزدیده. اون همینطور توی این لایو مدعی شدش که منوچهر هادی 10 سال اون رو کتک میزده و اون مجبور شده طلاق بگیره و الان که طلاق گرفته منوچهر هادی همه جوره داره ازش سوء استفاده میکنه و حتی اجازه نمیده بچهش رو در شب سال نو ببینه. یکتا ناصر مدعی شدش که از مدت ها قبل دادگاه رفته، ولی خب دادگاه حق رو به اون نداده و گفته که حق با پدر بچه هستش. اون حتی میگفتش که الان از کلانتری اومدم و به خاطر دزدیدن بچه‌ام از منوچهر هادی شکایت کردم، ولی خب الان دیگه نمیدونم چی کار باید بکنم. حتی به من نمیگن بچه‌م کجاست و چی کار باید بکنم که بتونم اون رو ببینم. بریم قسمت‌هایی از ویدیویی که یکتا ناصر منتشر کرده و توش حتی مدعی شده بوده که منوچهر هادی اون رو کتک میزده ببینیم. ساعت 12 شب 29 اسفند اینجا خونه من و دخترم سوفیاست که پدرش دزدیدتش. ببینین مادرها، ببینین برای بچه‌م سفره 7 سین چیدم، کلی براش خرید کردم. من یکتا ناصرم، همین الان از کلانتری اومدم، 2 ساله که جدا شدم 10 سال کتک خوردم، حرف نزدم، گفتم قانون. الان تعطیلیه، به من میگن بچه تو برده، سب کن. مادرها همه به من قول دادن، میگن پدرش بلایت داره، من یه مادرم بچم رو بردن، 1000 تا قوت و غاری به ام دادن، حرف نزدم، به خاطر بچم گفتم آبروش نره، به خاطر اینکه بلد نبودم. من میگم برو شکایت کن، وایسا دادگاه بازشه، بچه‌مو بردن، بابا برد قرار بود بیاره دش نیاورد، هیچ جا نیست، بچه‌م نمیدونم دختر من سوفیای من فقط 7 سالشه، حتی بهم نمیگم کجاست. سوفیا شبا روشو میزنه کنار، زرما میخوره بچم، هیچگی نیست به داد من برسه، هیچگی نیست، فقط روز مادر میگیرین، من مادرم، به من میگن بچه جا نیست، اون پدر ولایت داره، بچم آورده، قاضی رای داد شعبه 267 ملنجک،
الان میگن نیست، معذب کنی دادگاه باشه. کدوم مادری میتونه صبر کنه؟ مگه مبل خونه رو بردن؟ آباره یه برد قرار بود بیاره دش نیو برد، این جنگل همو بردن. چرا هیچگی تو این کشور نیست به یه مادر بدبخت؟ ازم فرقی نمی کنه تو این مملکت، انگار عقدی زنی فرقی نمی کنه کی جلوی چشم دجت رو می برن. همه مردا با این زدن گفتن، هزار تا به من قول دادن، ولی من الان یه مادر دنام که بچه‌ش رو دزدیدن، دختر من فقط 7 سالشه. دارو خدا گمگم کنین. اما بعد از انتشار این لایو و ویدیو توی پیج یکتا ناصر، خواهر منوچهر عادی اولین کسی بودش که نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد و افشاگری در مورد پشت پرده جدایی یکتا ناصر و منوچهر عادی منتشر کرد. اون مدعی شدش که یکتا ناصر اشتباه بزرگی رو مرتکب شده و به خاطر این که منوچهر عادی بهش لطف کرده و حق طلاق رو داده، بدون اطلاع رفته طلاقش رو گرفته. ولی با این حال منوچهر عادی برای اینکه یکتا ناصر و دخترش صوفیا رفاه بیشتری داشته باشن، حتی خونه‌ای که اونجا زندگی می‌کردن رو به اسم یکتا ناصر زد و همه جوره ساپورتش کرد. ولی خب یکتا ناصر و مادرش جواب خوبی‌های منوچهر هادی رو جور دیگه‌ای دادن. خانم مانی هادی، خواهر منوچهر هادی، خطاب به یکتا ناصر نوشت: سلام یکتا جون، چرا چنین حرفی می‌زنی؟ همسرتون همه جوره ساپورتتون می‌کنه. درست جدا شدید، ولی خدایی براتون کم نمی‌ذاره. ایشون با یه ساک لباس از منزلشون که به نام شما ثبت کرده بود رفت و همه ی داراییشو برای رفاه شما و صوفیا گذاشت. ضمناً شما بدون اطلاع ایشون رفتید، طلاق گرفتید، چون که حق طلاق داشتید. بعد از 1 هفته مادرتون به مادر شوهرتون زنگ میزنه و میگه بیا پسرتون رو از خونه دخترم ببرید. واقعاً اشتباه کردی عزیزم. همه ی زن و شوهرها اختلاف دارن. دلیل بر جدایی نمیشه. شما عاشق هم دیگه بودید. آخه چرا باید اینجوری میشد؟ حداقل به خاطر دخترتون نباید چنین تصمیم میگرفتید. ضمناً آقای هادی هیچ وقت چنین کاری نمیکنه. چرا میگین دخترم رو دزدیده؟ چرا این الفاظ رو به کار میبرید؟ خواهشاً این پستتون رو حذف کنید. نه در شأن شما و نه ایشونه. امیدوارم در سال جدید اتفاق خوبی براتون بیفته. آمین. خب دوستان، نظرتون راجع به این جنجالی که یکتا ناصر به پا کرده چیه؟ به نظرتون حق با پدر بچه هست یا یکتا ناصر حق داره؟ آیا اگه حتی حق هم داشته باشه و منوچهر عادی بچه رو دزدیده باشه، برای آبروی بچه و خودشون بهتر نبود که قضیه رو اینقدر علنی و رسانه‌ای نمی‌کردن؟ حتما نظرتون رو بر ما کامنت بکنید، بگید مقصر کیه. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.